خداوند بخشاینده و مهربان. یک سلام و مجدد خدمت شما شاگردان عزیز. خوش هستم که باز هم در خدمت شما یک بار دیگر قرار گرفتیم و تدریس مضمون شما را به پیش میبرم. درس چهارم بیولوژی صف هشتم است. نام من نرگس نگروا و این مضمون را به شما پیش میبرم. خب یک مرور کوتاهی از درس گذشته خود پیدا داشته باشیم. در درس گذشته خوانده بودیم، در مورد باکتریا خواندیم. باکتریا را گفتیم حیوانات کوچک ذره‌بینی هستند که در تحت مایکروسکوپ اونا را مشاهده کرده میتونیم و فاقد هسته هستند. و دیگر در مورد باکتریا گفته بودیم که اشکال مختلف دارن، شکلی میدمانند، فنرمانند، کاممانند و اشکال مختلف دیگر. و دیگر گفتیم که تکثر باکتریا، تکثر به معنای به معنای زیاد شدن هم میگن و به معنای از این که نسل خود بیشتر میسازن. تکثر باکتریا رو گفتیم، باکتریا در 20 دقیقه میتونه رشد خود مکمل کنه و تکثر کنه و باکتریا های جدید به وجود بیاد. اما سه شرط داشت. کدام شرط ها بود؟ شرط اولش همی بود که محیط باید رطوبت داشته باشه، درجه حرارت بلند باشه و مواد غذایی. سه چیزه که دید دفتنی تکثر میکنه و نسل خود بیشتر میسازن. خب این موارد بود که در مورد باکتریا خوانده بودیم. حالا ادامه میدیم به ادامه درس ما. درس جدید ما هست در مورد رول باکتریا در محیط. باکتریایی را که خواندیم که چگونه ساختمان داره، چگونه شکل داره، حالا باید در مورد از این بفهمیم. خب همین باکتریا را که میگیم مضر است یا مفید؟ در کدام حالت مضر است، در کدام حالت مفید؟ شما میفهمید که خداوند هیچ چیز به حکمت پیدا نکرده. پس آیا باکتریا هم اهمیت داره؟ پس در مورد این باید معلومات دست آورده بتانیم. باکتریای مضر قسم که نامش معلوم است، یعنی مضر باشه، با فایده انسان نباشه. باکتریاهای مضر که می باشه بر انسان ضرر داره و باعث امراض گوناگون در انسان میشه. یکی از امراضی که در باعث شده میتونه عبارت از توبرکولوز می باشه. توبرکولوز می فهمید که یک مرض ساری می باشه که سلفه می داشته باشه مریض و سلفه های پی در پی می داشته باشه و زودتر از یک انسان به انسان دیگه زودتر سرایت میکنه. و دیگه که می باشه تیتانوس می باشه. تیتانوس هم بیشتر در خانم ها دیده میشه، از این خاطر چون این مریضی زیاد خطرناک است، به خانم هایی که می خواهی نزی جلوگیری کنه یک واکسین وجود داره که از این مرض تیتانوس جلوگیری میکنه. و همچنان سیاسلفه می باشه. شاید در مورد سیاسلفه معلومات داشته باشید. مریضی است که مریض پای در پای سلفه میکنه به اندازه که رنگ چهرهش کاملا سیاه میشه. و دیگه که می باشه باعث مریضی دیگه که عبارت از گلودردی می باشه که معمولی می باشه، هر کس یک بار این مریضی را در زندگی خود تجربه کرده. و همچنان مریضی دیگه که می باشه عبارت از محرقه می باشه که بیشتر از انگامی که گرمی می باشه ما می تانیم این را بینیم. و همچنان یک مریضی دیگه که عبارت از کلرا می باشه. کلرا یا به اصطلاح عام ما میگیم که دانه دامن، یعنی مریض هم دلبد می باشه و هم اسهال می باشه. این مریضی را کلرا میگه. عامل از چی از گفتم؟ باکتریا می باشه. و دیگه که از دیگه نه تنهای قضرر داره، بلکه باکتریا ضررهای دیگه داره. بعضی وقت اگر پیش خود فکر کرده باشین غذایی را که بانین خراب میشه یا قابل خوردن نمی باشه، چرا قسم میشه؟ علت شاید فکر کرده این تاله علتش ای است که عامل از او باکتریا است. باکتریا یک چیز را که دید که اموسی شرط را که گفته موجود بود دفتنی در اونجا تکثر میکنه، پس باعث فاسد شدن چی میشه؟ غذاها میشه. دیگه که می باشه شیر اگر مانده باشه زیاد وقت از سر از او تیر شده باشه، ببینید که شیر ترش میشه، ذائقه اصلی خود از دست میده. به خاطر چی؟ به خاطر باکتریا در او تکثر میکنه. دیگه کسی وقتی که میوه ها را و یا سبزیجات در شما زمانی که گرمی می باشه در یخچال نمانه یا در فریزر نمانه یا زیاد وقت اثرش تیر شده باشه، در صورت تو خراب میشه. چرا خراب میشه؟ به خاطر باکتری ها که می باشه در اونجا تکثر میکنن و نسل خود زیاد میسازن. وقتی اونا زیاد شدن پس از امو میوه یا سبزی استفاده میکنن به اسم مواد غذایی و زمانی که استفاده کردن امو مواد که می باشه قابل خوردن نمی باشه. این ضررهایی بود که باکتریا
برای ما دارم. دومین نوع باکتریا را مطالعه میکنیم که عبارت از باکتریای مفید میباشه. باکتریای مفید گفتیم که امی اجساد مرده ها را تجزیه میکنن. از امی خاطر است که بعد از چندین سال به جای امو مرده ما میتونیم یک کس دیگر که فوت کرد در جایش دفن کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر جسد از او کس که از بین میره. یا اهمیت باکتریا دمیز. و اگر باکتریا ها تجزیه نمی کردن، باکتریا ها موجود نمی بود، در این صورت بر زنده جان های جای به زندگی بود باشه نمی بود. به خاطر تمام زندگی را قبر می تمام کره زمین قبر می گرفت. دیگه اهمیت شمیز که هر مواد عضوی را چی می کنه؟ تجزیه می کنه. و یک اهمیت دیگه شمیز اگر متوجه شوین، شیر به ماست تبدیل میشه. علتش چی است که شیر به ماست تبدیل میشه؟ علت از اون مو باکتریا هست. باکتریا ها در خود همی شیر یک جا میشه که به ماست تبدیل میکنه. البته این باکتریا هایی که میباشه با باکتریا مضر فرق داره. این باکتریا های مفید باعث میشه که شیر به چی تبدیل شه؟ به ماست تبدیل شه. اما این ماست را که میخوریم ضرر نداره، با وجود که باکتریا در او تکثر کرده. و دیگه که می باشه بعد از او که ببینید امی ماست و یا همشیر به پنیر تبدیل کرده میتونیم. و امی پنیر که می باشه چی است؟ از خود باکتریا از تغییر شکلش به وجود میه. دیگه که از در ساختن سرکزی استفاده میشه، در ساختن الکل از امی خود باکتریا استفاده میشه و در ساختن انتیبیوتیک استفاده میشه. الکل اگر شما معلومات داشته باشین، الکل چی میشه؟ زمانی که امی خود انگور و یا کشمش در تحت عدم شرایط هوا، یعنی هوا موجود نباشه، یک کم او را از سرش بسته میکنه و با همین مایه و آب و در یک جای دفن میکنیم، بعد از مدت او را چی استفاده میکنیم؟ الکل او شکل به خود میگیره و استحصال میکنه، یعنی در اثر گندیده شدن این به وجود میاید. و بعضی از اینا که هستن، بعضی از باکتری ها در خود نباتات که نایتروجن داره در اونجا نصب میشن و در او مواد غذایی را ذخیره میکنن، که از جمله او نباتاتی که نایتروجن در خود ذخیره کرده میتونن عبارت از مونپلی، باکلی و همچنان لوبیا میباشن. پس یک بار دیگر نکات مهمش را یادآوری میکنیم که باکتری ها گفتم دو نوع است، یکیش مضره و دیگرش مفیده. باکتری های مضره چی میکنن؟ های مضره باعث امراض مختلف در انسان میشه، توبرکلوز، تیتانوس، سیاسرفه، گلودردی، مورقه و کولرا، و باعث فاسد شدن، خراب شدن میوه ها و سبزیجات میشه. دیگه باکتری های مفیده را گفتیم که از ساده تجزیه میکنه و در ساختن پنیر، ماست، الکل و انتیبیوتیک ها استفاده میشه. میپردازیم به درس بعدی. خب شاگردان عزیز، به درس خود ادامه میدیم. یکی از چی در وقتی که طبقه بندی کردیم، یکی از اونا به نام پروتستا بود. پروتستا قبلا در موردش معلومات دادم، اما اینجا یک بار دیگه یادآوری شده به خاطر که همین خود پروتستا به چهار طبقه تقسیم شده. هر طبقهش میخونیم چی است، چگونه خصوصیات داره. خب اولا در مورد خود پروتستا معلومات به دست میاریم. وقتی که پروتستا میگم، پارامیشیم باید به یادتون بیاد، آمید به یادتون بیاد. خب پروتستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین حیوانات در روی زمین می باشه. بعضی از آنها به واسطه فلاجیل خود حرکت می کنه و بعضی از آنها به واسطه سیلیا یا مژه های خود. فلاجیل چی نمیگن؟ سیلیا چی نمیگن؟ اینایی که می بینیم دریا، اینا رو به نام سیلیا یا مژه ها یاد می کنه. فلاجیل امی دنبه را که می بینیم دریا وجود داره، این امی را ما فلاجیل گفته می تانیم. بعضیشان توسط سیلیا و بعضیشان توسط فلاجیل خود حرکت می کنن. و ای هر کدامشان نظر به حرکتشان و طرز زندگیشان تقسیم بندی شدن و به چهار دسته پروتستا را تقسیم کردن. یکی از اونا که هستن به نام سارکو دیناوی باشن. چی؟ نه اولش گفتیم به نام چی یاد میشن؟ سارکو دینا. نه دومش میباشه به نام فلا جیلا تا. نه سیوم سیلیا تا. نه چهارم اسپورو زوا میباشن. پس یک بار دیگه با ما تکرار کنین نکات مهم درسم. پروتستا گفتم یکی از قدیمی ترین موجودات روی زمین می باشه، با واسطه مژه های خود حرکت می کنن. و دیگه که از پروتستا به چهار بخش تقسیم شده است: سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و اسپوروزوا. با امید از اینکه هر نکات مهم را که میگم اشاره میکنم اونا را در نظر گرفته و به درسای خود ادامه بتین و
با امید موفقیت هرچه بیشتر تان موفق خواهم یابد.